من روی فیلم رایا داشتم کار میکردم که یه روزی یکی از پرودیوسرها دنبال من اومد، گفت که بیا توی پلانتا. رفتم و خیلی تبریک گفتم به من، گفتن که ما به طور انتخاب کردیم که کارگردان هنری انکانتو باشی. و خلاصه ماجرا از اونجا شروع شد. ما چند ماهی بود که شروع کرده بودیم که پندمیک شد، بعد همه رفتیم خونه و شروع کردیم از خونه کار کردن. و تغییر عجیبی بود که چطوری میتونیم همون خروجی و همون کیفیت رو از تو خونه ها تولید کنیم، که حالا دیگه همه زیر یه سقف نبودیم. ولی خدا رو شکر خوب پیش رفت. من کارم به عنوان کارگردان هنری انوایرومنت اینطوریه که من باید مطمئن بشم که اون تیم هنری که برای من کار میکنن یا برای ما کار میکنن کارشون خوب پیش میره، به موقع پیش میره، با کیفیت خوب پیش میره. و اینکه یه جورایی فضا و استایل رو برای همه معرفی کنم که بگم که ما کلن با چه فلسفه میخواییم دیزاین این جهانی رو که داریم برای کاراکتر رو میسازیم انجام بدیم. یک چیزی که خودم اینو منو خیلی درگیر کرد این بود که مطمئن بشیم تمام دیزاینایی که داریم اینا خیلی درسته برای اون منطقهی که داره اتفاق میفته، که کشور کولومبیاست. میخواستیم مطمئن بشیم که این ساختمونی که اونجا تولید میشه، این سقفی که رو اون ساختمونه، این دیواری که هست، این سنگایی که رو زمینه، حتی در جزئیات این که بین سنگای روی زمین که مثلا این راهی که میره به اون خونه چه نوع سیمانی به کار رفت، یا اینکه اون گیاهی که اون پشت هست این نژادش چیه و تو کجای کشور یا تو کجای اون آمریکای جنوبی رشد میکنه، همچین چیزی منطقی هست یا نه. و خیلی 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 دقیق بود این کار. مسلماً کلی هم کمک داشتیم از حالا اونایی که توی منطقن یا تو همون کشور کولومبیا زندگی میکنن، یا دانشمندایی که روی گیاهان اون کشور کار میکنن. آره، و همه چی با هم دیگه چک میکردیم که این درست هست، واقعی هست یا نه. این سری واقعا از همه کارهایی که کرده بودم بیشتر و با دقت بیشتری انجام شد. فکر میکنم حدوداً چیزی حدود 400 نفری روی پروژه در نهایت کار میکنن، و حدوداً معمولاً 4 سال طول میکشه از ابتدا تا انتها، ولی 2 سال آخرش یا شاید 2.5 سال آخرش اون روز سالای خیلی مهم بشه. من روی این فیلم حدوداً 1 سال و 1.2 ماه کار کردم و رفتم روی پروژه بعدی که حالا فیلم خودم هست امسال. همه چی احتمالاً دست به دست هم میده. حالا اکتینگ خوبی داشت، موزیک خوبی داشت، تصویر خوبی داشت، و یه قسمت مهمش هم اینه که از نژادهای مختلف، هر کسی با هر رنگ پوستی خودشو میتونه تو این فیلم ببینه، خودشو میتونه ارتباط برقرار کنه با این فیلم از هر نقطه ای از دنیا. یه چیزایش هم منو یاد کشور خودمون مینداخت که این خونه یه جاییه که مثل اون خونه های دورساز قدیم خودمون که پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و خاله و چند تا فامیل یه جا زندگی میکردن قدیما، اینو یاد منم مینداخت. یعنی یه فرهنگ خیلی خانوادگی توش هست و همه میتونن خودشون رو تو این فیلم ببینن. فکر میکنم یکی دلیل باشیم. احساس خیلی عجیبی دارم، خیلی سال منتظر این بودم که فیلمی که روش کار کنم بتونه تو اسکار باشه، و خیلی سریع اتفاق افتاد. من خیلی سال نیست که اینجا آمریکا، تو این سالها خیلی خیلی سریع گذشت و همینطوری فقط آدم کار میکنه، پیش میره، تا یهو اون شبی که میرسه که کار توی اسکاره، بعد که دیشب بود و خیلی احساس عجیبی بود که بالاخره اتفاق افتاد بعد از این همه تلاش و کار و وقت گذاشتن و
حالا که کوویده، حالا نمیدونم چه اتفاقی کی این اتفاق میفته، احتمالا هفته های آینده، ولی معمولا مثلا یه تایمی میذارن یا حالا مهمونی میگیرن توی استودیو، همه هر کی دوست داره میاد با اون اسکار عکس میگیره و چیز جالبیه.